tempted the gods for the last time, Kratos. سونی در سال 2010 آخرین نسخه سگانه گاد آف وار رو منتشر کرد. عنوانی که از زمان معرفیش حواشی فراوانی به همراه داشت، اما در نهایت نسخه نهایی به یکی از بهترین بازی هکنستش تاریخ تبدیل شد. این نسخه داستان کریتوس رو در یونان به اتمام میرسوند و ماجرای دیگر ایزدان اولمپ و تایتان ها رو هم به تصویر میکشید. به همین واسطه داستان این نسخه رو مفصل تر از تمامی آیتم‌های داستانی گاد آف وار تعریف کردیم تا شما همراهان همیشگی بازی سنتر هم لذت بیشتری ببرید. البته با توجه به همین موضوع تصمیم گرفتیم داستان گاد آف وار 3 رو به دو بخش تقسیم کنیم که بخش اول اون رو میتونید همین حالا ببینید و بخش دوم رو هم هفته آینده. پس این شما و این هم بخش اول داستان گاد آف وار 3. حالا آشوب و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته است. کریتوس در حالی که سوار بر گایاس به همراه دیگر تایتان ها آمدند تا انتقامشان را از اولمپ نشینان بگیرند. این بهترین فرصت برای آنهاست و هیچ کدام نمیخواهند آن را از دست بدهند. تایتان ها لحظه به لحظه خشنتر و کوبنده تر خود را به سوی اولمپ بالا میکشند و کریتوس هم سوار بر گایا منتظر رسیدن به کسی است که همه چیز را از چشم او میبیند. همه درد و رنج هایش را، همه مشکلاتش را، کشته شدن همسر و فرزندش را و به صورت کلی همه چیز را. در سوی دیگر زوس سایر ایزدان اولمپ را برای نبرد آماده می کند. او فریاد می زند: برادران من، ما از پیروزی برخواسته ایم. اولین پیروزی ما با جنگ بزرگ علیه تایتان ها پایان یافت و سلطنت خود را بر کوه اولمپ به پا کردیم. کوه اولمپ ما از پایه هرج و مرج پدید آمده، از اعماق آندرورد و رودخانه ارواح. ما جهانی بر پایه صلح ایجاد کردیم، جهانی بر پایه رفاه، جهانی که در سایه امنیت کوه ما بنا شده، کوهی که معیار مطلق توانایی قدرت ماست. امروز روز به آزمایش گذاشتن آن قدرت است. کریتوس فانی فکر کرده میتواند تمام چیزهایی که من به وجود آوردم را نابود کند. برادران، ناراحتی‌های کوچکی که ما را مدت‌های زیادی از هم دور نگه داشته بود را کنار بگذارید. همه ما حالا یکی هستیم. ما در کنار هم ایستاده ایم و من این بلا را از بین خواهم برد. اولمپوس پیروز خواهد شد. سپس خدایان اولمپ وارد عمل می شوند. یکی یکی از بالای اولمپ پایین آمده تا جلوی تایتان ها و کریتوس را بگیرند. هلیوس بر فراز اولمپ بر عرابه‌های خود سوار می شوند. هرمس با سرعت خود به طرف پایین اولمپ حرکت می کند. هیدیس با زنجیرهایش پایین رفته و به تایتان ها حمله می کند. و پوسایدن مانند هیولایی درنده به سمت پایین رفت و بر سینه اپیمتئوس فرود می آید و او را از بین می برد. با فرودش درون آب تعدادی هیپوکمپی و احضار کرده تا در جنگ به او کمک کنند. در ابتدا کریتوس با تعدادی سرباز که به فرمان هرکول به سوی او سرازیر شدند روبرو شود، ولی خشم کریتوس فراتر از آن است که چند سرباز بتوانند جلوی او را بگیرند. به همین دلیل پوسایدن وارد عمل شده و هیپوکمپی ها را برای متوقف کردن گایا می فرستند. در این میان هیدیس موفق می شود یکی از تایتان ها را به پایین پرت کند. Breathing.
در سمت دیگر هیپوکمپیا گایا را به سمت پایین می‌کشند. حال فقط کریتوس است که می‌تواند جلوی موانع صعود را بگیرد. او به طرف هیپوکمپیا رفته و بعد از مبارزه‌ای با او گایا را نجات می‌دهد، ولی کار در همینجا به اتمام نمی‌رسد. ناگهان هیپوکمپی دیگری از داخل بدن گایا بیرون میزند. کریتوس به سرعت هیپوکمپی را در هم کوبیده و شکست میدهد و سپس به داخل بدن گایا میرود تا بتواند به مسیر خود ادامه دهد. با گذر از قلب گایا مسیر خود را به سمت بالا و راه خروجی ادامه می دهد. ولی لحظه‌ای که بر روی سر گایا می رسد، اولین چالشش آغاز می گردد. پوسایدن در حالی که با محافظی از آب پوشیده شده در مقابل کریتوس قرار گرفته و او می گوید ای فانی، آیا مرا به مبارزه می طلبی؟ یکی از ایزدان اولمپ را؟ کریتوس در جوابش می گوید یک جنگجوی واقعی خود را پنهان نمی کند پوسایدن، دریا را رها کن و خودت را به من نشان بده. در ادامه پوسایدن به کریتوس هشدار می دهد و سپس به سوی گایا حمله ور می شود. کریتوس ابتدا چنگال‌هایی که گایا را در اختیار گرفتند را جدا می‌کند. گایا با آزاد شدن با یک دست پوسایدن را در اختیار می‌گیرد. کریتوس روی دست گایا رفته با وارد کردن ضرباتی موفق از بین بردن محافظ پوسایدن می‌شود. اما پوسایدن خود را آزاد کرده و بار دیگر گایا را در اختیار می‌گیرد. کریتوس برای بار دوم گایا را آزاد می‌کند، ولی این بار پوسایدن دست او را می‌خواند و اجازه نمی‌دهد گایا او را در اختیار بگیرد. این بار کریتوس وارد عمل شده، سپس گایا با مشتی محکم بر محافظ پوسایدن می‌کوبد. کریتوس از فرصت استفاده کرده و با شتاب مشت گایا را به طرف پوسایدن پرتاب کرده و او را از درون بدن محافظش بیرون کشید و به طرف صخره مقابلش پرتاب می‌کند. حال هر دو بر روی خشکی رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. پوسایدن که زخمی و درمانده در گوشه ای افتاده رو به کریتوس میگوید وقتی زوس فرصتش را داشت باید کارت را تمام میکرد. مهم نیست چند ایزد دیگر از بین بروند، همیشه یکی هست که جلوی تو را بگیرد. کریتوس در جواب میگوید آنها نیز خواهند مرد. پوسایدن که راهی برای خود نمیبیند سعی در منصرف کردن کریتوس دارد و به او میگوید نابودی اولمپ به معنای نابودی همه ماست. اما کریتوس قاطعانه جواب میدهد پس خودت را برای مرگ آماده کن. سپس با تمام وجود ضرباتی سنگین بر پوسایدن وارد کرده و او را به گوشه ای پرتاب می کند. پوسایدن از ترس مرگ در حال خزیدن به طرف دریاست که کریتوس سر رسیده با فرو کردن انگشتانش در چشمای او به زندگیش برای همیشه خاتمه می دهند.
با کشش دادن پوسایدن آب دریاها و اقیانوس‌ها شروع به بالا آمدن می‌کند و تمام دنیا زیر آب رفت و کل حیات بشر به جز اولمپ نشینان از بین می‌رود. در این لحظه گایا سر رسید و از کریتوس میخواهد روی انگشتانش برود تا به طرف زوس رفته و کار او را یک سره کند. گایا کریتوس را به بالای کوه اولمپ و مقابل زوس میرساند. لحظه ای که کریتوس مدت ها انتظارش را میکشید. کریتوس مقابل زوس قرار گرفته با او میگوید: حالا چه کاری میخوای انجام دهی پدر؟ دیگر نمیتوانی پشت آتنا مخفی شوی. زوس میگوید: آتنا به خاطر خشم تو کشته شد کریتوس. دوباره چه چیزی را میخوای نابود کنی؟ و کریتوس در جواب میگوید: دستان مرگ نتوانستن مرا شکست دهند. خواهران سرنوشت نتوانستن مانع من شوند و تو پایان امروز را نخواهی دید و من انتقامم را خواهم گرفت. زوس در جواب میگوید: بچه زود رنج، من بیش از این بی احترامیت را تحمل نخواهم کرد. ناگهان طوفانی به پا می شود. تمام ابرها صاعقه زنان به سوی زوس می روند. زوس صاعقه‌اش را در دست گرفته و به سوی کریتوس پرتاب می کند. کریتوس با استفاده از پشم زرین ضربه صاعقه را دفع کرد و زنده میماند، اما به علت شدت ضربه به سمت پایین اولمپ پرتاب میشود. گویا که در این لحظه قصد حمله به زوس را داشت نیز مورد اصابت صاعقه قرار گرفته و یکی از دستانش به شدت زخمی میشود و او هم به همراه کریتوس به سمت پایین کوه اولمپ سقوط میکند. کریتوس خودش را به پشت گایا رسانده و سعی میکند خود را نگه دارد، ولی با تکانهای شدیدی که گایا به خاطر نگه داشتن خود بر روی کوه اولمپ میخورد موفق به انجام این کار نمیشود. کریتوس برای نگه داشتن خود بلید آف اولمپوس را بر پشت گایا فرو کرده و از او میخواهد بیش از این تکان نخورد، ولی گایا به او میگوید اگر به او کمک کند هر دو سقوط خواهند کرد و این به نفع زوس است. کریتوس میگوید: تو به خاطر نابودی زوس مرا از مرگ نجات دادی. ولی گایا جوابی غیر منتظره به او میدهد. او میگوید: من این کار را برای خدمت به تایتان ها انجام دادم. کریتوس عصبانی میشود، میگوید: انتقام مرا انکار نکن. گایا در جواب قاطعانه میگوید: با دقت گوش کن کریتوس، تو یک مهره ساده بیشتر نبودی. مبارزه با زوس دیگر به تو مربوط نمیشود. این جنگ ماست، نه تو. و با بالا کشیدن خود باعث سقوط کریتوس به پایین کوه اولمپ میشود. کریتوس در حال سقوط با خود فکر میکرد: من مانند یک جنگجو زندگی کردم، مانند یک خدا کشته شدم و در این تحمل درد و رنج زیاد نادی گرفته شدم. من انتقامم را خواهم گرفت. در همین حین بود که کریتوس به داخل رودخانه استیکس فرود آمد. در حین شنا در رودخانه کریتوس تمام قدرتش را از دست داد و سلاح‌های او نابود شدند. کریتوس در نهایت ضعف و درماندگی موفق می‌شود خود را از رودخانه بیرون بکشد. در حالی که در فکر انتقام گرفتن از زوس و جنگ از دست رفتهش بود با خود می گفت: زوس، کار ما هنوز تمام نشده. دروازه های هیدیس نمی توانن مرا متوقف کنند. که ناگهان صدایی از پشت سرش می شنود. وقتی برمی گردد در کمال تعجب آتنا را می بیند. آتنا به او توضیح می دهد که به دلیل فدا کردن خود به سطح جدیدی از موجودیت رسیده است. So can the children of Olympus. Perhaps, but remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak,
The war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that. آتنا همچنین به کریتوس میگوید کشتن زوس به راحتی کشتن ایریس نیست. برای کشتن خدای خدایان باید به منبع قدرت او دستیابی، یعنی فلیم آف اولمپوس. کریتوس که تعجب کرده در مورد تغییر جبهه آتنا از او سوال میکند. آتنا پاسخ میدهد من حقایقی را دیدم که پیش از آن ندیده بودم. شاید به نظر تو این کسب اعتمادت باشد، ولی تا زمانی که زوس فرمان رواست حیات بشر در خطر است. او به کریتوس بلید آف اگزایل را می دهد تا بتواند به راهش برای مقابله با زوس ادامه دهد. با نابودی شعله و بعد از آن پایه های اولمپ فرو خواهد ریخت. Destroy the flame craters, and the very foundations of Olympus will crumble. کریتوس به راهش در عالم مردگان ادامه داده تا به مجسمه‌های جاجز آف داندرورد میرسد، ولی به دلیل نداشتن تجهیزات کافی از آنها گذشته و به راهش ادامه میدهد. Face your final judgment, mortal. King Aegis has found you wanting. King Rhadamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. با پیشروی در دنیای مردگان، کریتوس به هفیستوس برخورد میکند. هفیستوس در مورد رازهای کوه اولمپ با کریتوس صحبت میکند. It is you. Well. I thought Zeus would have killed you by now. I thought you would have escaped this cavern. سپس کریتوس را ترک کرده و به سمت محل هیدیس راهی می شود. بعد از مبارزه با چند هارپی و میناتور، کریتوس راهش را به طرف طبقات بالایی باز می کند. سرانجام ایزد جنگ خودش را به مجسمه هیدیس رسانده و با چرخاندن اهرمی تابوت همسر هیدیس پرسفونه را بالا می کشد. قدم بعدی باز کردن دستان مجسمه هیدیس از یکدیگر است. کریتوس این کار را انجام داده و سپس به جای قبلی خود باز می گردد. بعد از آن شمشیرهایش را به تابوت قفل کرده و آن را عقب می کشد. سپس با کوبیدن آن به مجسمه باعث سوراخ شدنش می شود. کریتوس با یک پرش به درن مجسمه رفته و خود را در فضای تاریک و خاموش می‌یابد. در همین حین صدای هیدیس را می‌شنود که در درون تاریکی می‌گوید: کریتوس، خیلی خوشحالم که بالاخره توانستی وقتی برای خودمان کنار بگذاری. می‌دانی ما بهش نیاز داریم. من حس می‌کنم خون‌های ریخته شده زیادی را به من بدهکار هستی کریتوس. طبق همه خاطرات ثبت شده. واقعا ماورای تصور است. بیا با هم مرور کنیم که چقدر گناه به من بدهکاری. تو برادرزاده من آتنا را به قتل رساندی و دیگر چه چیزی؟ تو برادر من پوسایدن را کشتی. و بالاخره چیزی که من هرگز فراموشش نخواهم کرد، تو ملکه زیبای مرا سلاخی کردی. همانقدر که من زجر کشیدم، زجر خواهی کشید. و روح تو از آن من است. ناگهان هیدیس از پشت کریتوس ظاهر شده و سعی دارد با زنجیرهایش روح کریتوس را در اختیار بگیرد. کریتوس مقاومت کرده و هیدیس را ناکام می‌گذارد و مبارزه سخت و نفسگیر بین آنها در می‌گیرد. کریتوس ابتدا تکه ای از گوشت سینه هیدیس را کنده، ولی او کماکان مقاومت میکند.
سپس کریتوس بار دیگر برای کندن تکه‌ای از گوشت شکم هیدیس اقدام می‌کند، ولی او کماکان مقاومت می‌کند. سپس رب و نوع جنگ با حرکتی به پشت او می رود تا کلاه خودش را از جایی درآورد، ولی هیدیس او را بر روی زمین پرتاب کرد و با زنجیرهایش سعی در از بین بردنش دارد. کریتوس جا خالی می دهد، ولی بر اثر اصابت زنجیرها زمین کنده شده و رودخانه استیکس بین کریتوس و هیدیس جریان می یابد. هر دو سلاحهایشان را به طرف یکدیگر پرتاب می کنند. سلاحهایشان به یکدیگر گره خورده و هر کدام سعی می کنند با سلاح دیگر خود حریف را از میدان مبارزه بدر کنند. کریتوس با فرصت طلبی خود شمشیرش را به صورت هیدیس زده و تعادلش را برهم می زند. سپس با شمشیرش او را به تاخ کوبیده و علاوه بر از بین بردن کلاهش، سلاح‌های او را نیز تصاحب می کند. ایزد آندرورد نیز به داخل رودخانه پرتاب می شود. در همین حین تعدادی از آندت ها به کریتوس حمله می کند. کریتوس در حال از بین بردن آنهاست که ناگهان هیدیس سر از رودخانه استیکس بیرون می آورد. کریتوس با چرخیدن به دور هیدیس او را گمراه کرده و با حرکت سریع او را با سلاحش گرفته و به زمین میکوبد. سپس با سلاحهای هیدیس روحش را گرفته و وارد بدن خود میکند. هیدیس ایزد آندرورد کشته شده و کریتوس با تسخیر روح او میتواند در رودخانه استیکس شنا کند. با از بین رفتن هیدیس تمام روح‌های اسیر شده در آندرورد آزاد شده و در سراسر دنیا پخش می‌شود. بعد از مدتی شنا در رودخانه، کریتوس از حوضچه کناری هفیستوس بیرون می آید. هفیستوس با دیدن کریتوس در مورد هیدیس می پرسد. کریتوس به گفتن خبر مردن او حرفای هفیستوس را تایید می کند. The god of the underworld is dead. هفیستوس در مورد نیاز داشتن کریتوس به روح یک ایزد برای عبور از دروازه هایپرین برای او می گوید. که ناگهان یاد گذشته خود می افتد. او به کریتوس می گوید من قبلا هیولایی مثل حالا نبودم. من ارزشمندترین هنرمند در کل اولمپ به حساب می آمدم. زوس برایم ازدواجی با افرودایتی برمغان آورد. زوس ریوارد می با مرگی به بیوتیفول افرودایتی. مادرم هرا به استعداد من میبالید، اما با کشته شدن ایریس دنیای من تیره و تار شد. آن روز زوس از شیطانی که میشناسی نیز بدتر شد. That day, Zeus became the fiend you now know. او دخترم پندورا را از من گرفت، دلیل من برای زندگی. Took my beloved daughter Pandora. My reason for living. من تمام وقتم را برای دوباره آفریدن او صرف کردم، ولی موفق نشدم. I fail again and again. من مطمئنم او هنوز زنده است. تو I can feel it. تو کریتوس، تو میتوانی او را برایم بازگردانی. You, Kratos. You can bring her back to me.
کریتوس به او اعتنایی نمی کند، ولی هفیستوس با یادآوری گذشته کریتوس سعی در توجیه کردنش دارد. کریتوس چهره‌ای در هم به خود می گیرد، ولی باز هم تحریک نمی شود. او در نهایت آندرورد را ترک کرده و وجود در اختیار داشتن روح هیدیس می تواند از دروازه های هایپریون که فعال شدن عبور کند. بدین ترتیب او خود را به اولمپیا میرساند. ایزد جنگ بعد از گذر از دروازه هلیوس را سوار بر عرابش بر فراز آسمان اولمپ مشاهده میکند. در میانه راه با صحنه ای آشنا روبرو می شود. گایا در حالی که از لبه های کوه آویزان است از کریتوس طلب کمک می کند. کریتوس که به دلیل صحبت های اخیرش با گایا به شدت عصبانی است، بدون لحظه ای درنگ ریشه های دست او را قطع کرده و با کمک بلید آف اولمپوس دست او را جدا می کند و باعث سقوط گایا به پایین کوه اولمپ می شود. This is my war, not yours. سپس دست او را نیز از میان راه برداشته و پایین می‌اندازد. ربانوی جنگ در ادامه سودش تایتان پرسس را میبیند که در حال درگیری با هلیوس است. کریتوس به سمت منجنیق میرود تا به پرسس کمک کند که ناگهانی کایمرا او را غافلگیر میکند. او بعد از نابود کردن کایمرا به سمت منجنیق رفته و با شلیکی عرابای هلیوس را منحرف کرده و همین ام باعث می شود تا پرسس موفق شود هلیوس را به چنگ آورد. پرسس هلیوس را در مشتش گرفته، بعد از وارد کردن فشاری به او و عرابش آنها را به سمت دیواره کوه اولمپ پرتاب می کند. کریتوس مسیرش را به طرف هلیوس ادامه می دهد. پس از رسیدن به محل سقوط او به مبارزه با یک سایکلاپس و تعدادی نگهبان به طرف هلیوس می دهد. هلیوس سعی میکند تا کریتوس را نرم کند. به او میگوید: کریتوس، من هرگز فراموش نمیکنم که بابت نجات زندگیم به تو مدیونم. اکنون مرا نجات ده، همانطور که مرا از دست اطلس نجات دادی. قول میدم همه اینها را برای جبران کنم. کریتوس در جواب میگوید: اگر میخواهی جبران کنی من بگو شعله اولمپیوس کجاست. هلیوس میگوید: شعله؟ تو هرگز نمیتوانی زوس را شکست دهی اسپارتان. تو با این کار فقط عمر خودت را تلف میکنی. کریتوس که به جز انتقام به چیز دیگری فکر نمی کند میگوید: اگر این تمام نگرانی های تو برای زندگی دیگران است هلیوس، بدان که زندگی من جز زانوها حساب نمی آید. هلیوس میگوید: پس قدرت خورشید را بچش. هلیوس سعی در کور کردن کریتوس دارد، ولی او با گرفتن دستش در مقابل چشمانش خود را به هلیوس نزدیک کرده و سر او را لگدمال می کند.
هلیوس که از ضربات کریتوس به ستوه آمده پای او را گرفته و میگوید صبر کن صبر کن، برای نابودی زوس کافیست به داخل شعله بروی تا قدرت لازم را به دست آوری. کریتوس با عصبانیت میگوید دروغ میگویی هلیوس، هفیستوس به من گفته هر کسی که شعله را لمس کند کشته خواهد شد. هلیوس از حرفش کنار نمیکشد و میگوید آیا به او باور داری، موجود پستی که از اولمپ رانده شده؟ کریتوس در جواب میگوید و این دقیقا همان دلیلی است که باعث میشود حرفهای او را باور داشته باشم. هلیوس که میبیند راه به جای نیبرد از کریتوس میخواهد تا او را نکشد و به او میگوید مرگ من تو را به زوس نمیرساند. کریتوس به او میگوید و این دقیقا همین جایی است که تو در موردش اشتباه میکنی. سپس گردن هلیوس را گرفته و سعی در جدا کردن آن از تنش دارد ولی هلیوس مقاومت میکند. کریتوس با ضربه‌ای به گردن و نخاع هلیوس باعث فلج شدن او میشود و سپس سرش را از تنش جدا میکند. با کششان هلیوس خورشید ناپدید شد و ابر و باران همه جا را فرا میگیرد. کریتوس از سر هلیوس برای یافتن راه‌های مخفی استفاده می‌کند و راه خود را به سمت بالای اولمپ پیش می‌برد. کریتوس بعد از ورود به محل زندان پندورا با هرمس روبرو می‌شود. هرمس شروع به تمسخر کریتوس می‌کند. نگاه کنید چه کسی اینجاست؟ کریتوس، روح اسپارتا، خدای عصر شده، انسان نفرین شده. کریتوس در جواب میگوید ارزش وقت من بیشتر از صرف کردن آن برای گرفتن مگس دنبال زوس است. هرمس میگوید چه کلمات بزدلانه ای کریتوس، تو به دنبال من نمیایی برای اینکه نمیتوانی من را بگیری. هرمس کجا قرار داری کریتوس؟ میخوای یکی دیگر از اعضای خانوادت را بکشی؟ آه درسته، تو میخوای پدرت زوس را بکشی. زوس هرگز این اتفاق نمی افتد. هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد. کریتوس در یک ماموریت احمقانه دیگر. هرمس در حالی که به سرعت از زنجیر عظیم بالا می رود برای تمسخر کریتوس شعر می خواند. کریتوس که کاسه صبرش لبریز شده شمشیرهایش را در دیواره زنجیر فرو کرد و به دنبال هرمس می رود. بعد از مدت زمان زیادی سود کریتوس بالاخره به تالاری میرسد و سرانجام شعله اولمپوس را مشاهده میکند. پندوراس باکس. در همین حین آتنا نیز ظاهر می‌شود. کریتوس با تعجب نگاه کرده و می‌گوید جبه پندورا این چه معنی می‌دهد؟ آتنا می‌گوید کریتوس چشم‌هایت تو را فریب نمی‌دهند. این مشابه جبه‌ای است که سال‌ها پیش آن را باز کردی. قدرت کشتن یک ایزد هنوز هم داخل آن است. کریتوس با تعجب می‌گوید وقتی ایریس را کشتم همه آن قدرت‌ها را آزاد کردم. در اینجا آتنا پرده از رازی بزرگ برمی‌دارد. نه، قدرتی قوی‌تر داخل این جبه محبوس شده. قدرتی که مدت‌هاست در دنیا از بین رفته. همه چیز از وقتی زوس در جنگ علیه تایتانا به پیروزی رسید شروع شد. بعد از جنگ بزرگ شر و بدی از آن جنگ برخاست. زوس می‌دانست که اگر آن را آزاد بگذارد تمام دنیا انسان‌ها و خدایان را نابود خواهد کرد. پس به هفیستوس سفارش ساخت محفظه قوی برای محبوس کردن آن را داد. To contain these evils, Zeus commissioned Hephaestus to build a vessel strong enough to hold them. ترس، هرس، تنفر، او همه اینها را داخل جعبه‌ای محبوس کرد به امید آنکه سلطنتش دوچار آنها نشود. وقتی تو جعبه را برای کشتن ایریس باز کردی قدرت ممنوعه را دریافت کردی. پس از مشاهده پیروزی تو ترس تمام وجود زوس را فرا گرفت. کریتوس که متوجه داستان شده از آتنا میپرسد اما شعله کشنده است، چطور میتوانم جعبه را از وجود آتش اطرافش رها کنم؟ آتنا در جواب میگوید توسط کسی که هم نام جعبه است. و کریتوس با تعجب میگوید پندورا؟ آتنا میگوید او کلید نابودی شعله است، کلید انتقام ما، اما این ممکن است بسیار دشوار باشد اسپارتا. کریتوس جواب میدهد آتنا یک بچه ساده مشکلی برای من به وجود نمیآورد. آتنا با زیرکی میگوید امیدوارم حق با تو باشد روح اسپارتا.
با این جمله آتنا، کریتوس دوباره به یاد خانوادهش می افتد. با انداختن نور سر هلیوس بر روی تابلوه مخفی، کریتوس از مکانیسم محافظ دور جبه مطلع شده و می فهمد که برای از میان برداشتن آن باید به طبقات بالایی برود. در همین حین دوباره سرکله هرمس پیدا می شود. کریتوس هم دوباره به تعقیب او می پردازد. You may have brute force, but you lack speed. You've been lucky in battle, Spartan, but your luck ends today. تا اینکه هرمس از روی تنابی طویل دویده و روی مجسمه آتنا در فاصله بسیار دور از کریتوس می نشیند. کریتوس منجنیقی که در آن نزدیکی بود را به طرف هرمس چرخانده و آماده می شود. با آزاد کردن منجنیق به سرعت دویده، سپس همراه با سنگ به سمت مجسمه آتنا حرکت می کند. هرمس که در حال تمسخر کریتوس بود ناگهان جا خورده و سعی میکند برای نجات زندگیش بگریزد، ولی به خاطر اثبات سنگ به مجسمه، مجسمه سقوط کرده و هرمس را زخمی میکند. I will not be bested by a mortal. کریتوس رد خون را دنبال کرده تا به او میرسد. هرمس سعی دارد با سرعت خود بر کریتوس غلبه کند، ولی توان ایستادگی در برابر ضربات او را ندارد. I am still quick enough. I thought Spartans fought with honor, and yet you seek to kill me when I have no way to defend myself? Not fair. But you have your own sense of honor, right, Kratos? And what has that honor brought you? Nothing but nightmares of your failure. Today you may defeat me. از این رو خسته و ناتوان در گوشه‌ای می‌افتد. کریتوس بالای سر رو رفته و با نگاهی به پاهای او تصمیم می‌گیرد مسیرش را به سمت بالای کوه المپ کوتاه‌تر کند. سپس با ضربه یکی از پاهای هرمس را قطع می‌کند. هرمس که تقلاکنان خود را روی زمین به عقب می‌کشد، راه فراری نداشته و سرانجام به دست کریتوس می‌افتد. کریتوس با ضربه سری دیگری پای دیگر او را نیز قطع کرده و زندگیش خاتمه می‌دهد. با کشتن هرمس، بیماری سراسر دنیا را فرا می‌برد. کریتوس راه خود را به سمت طبقات بالایی ادامه می‌دهد. با گذر از در ورودی خود را درون میدانی بزرگ می‌بیند. ناگهان صدای آشنا از پشت سرش به گوش می‌رسد که می‌گوید براو براو، قهرمان ما رسید. فرزند حرامزاده زوس را تشویق کنید. درست به موقع رسیدی برای انجام آخرین کار عمرت. هرا در حالی که مستس میگوید خیلی آشفته به نظر میرسی. گمان کنم هنوز منتظر کشتن شوهرم هستی. کریتوس میگوید تو میدانی که من به دنبال انتقام از زوس هستم. هرا میگوید نمیتوانم بگم که بابت این سرزنشت میکنم، ولی از وقتی پسرم ایدیس را کشتی ترس تمام وجود او را فرا گرفت.
کریتوس با تنه میگوید وقتی او مرده باشد ترس برایش مهم نخواهد بود. هرا میگوید من به مناسبت آن زمان شراب خواهم نوشید. کریتوس میگوید هرا من به دنبال بچه به نام پندورا میگردم. هرا با تعجب میگوید پندورا فرزند بیچاره پسرم هفیستوس؟ خب ما نمیتوانیم به تو اجازه این کار را بدهیم. نابودش کنید. ناگهان از انتهای ورودی صدای قدم‌های سنگینی شنیده می‌شود. سپس از پس این تاریکی بدن عظیم هرکول مقابل کریتوس ظاهر می‌شود. هرکول می‌گوید سلام برادر. کریتوس در جواب می‌گوید این جنگ بین ما نیست هرکول. هرکول ولی جواب می‌دهد چطور نیست؟ تو همیشه مورد علاقه زوس بودی. کریتوس میگوید هوای اولمپ بر طرز تفکرت اثر گذاشته برادر. زوس هیچ علاقه‌ای به هیچ کسی ندارد. هرکول میگوید در موردش فکر کن برادر. زمانی که من استبل اوجایون را تمیز میکردم او تو را برای کشتن ایریس برگزید. متقاعد نشدی؟ این یکی چطوره؟ وقتی تو بر تخت خدای جنگ تکیه زدی آنها مرا به دنبال پیدا کردن یک سیب فرستادند که به آن لیبرز میگفتند. They called them labors. Ha! شاید او به من اجازه داد تا نیمین لاین را از بین ببرم. اما در عوض او نام تو را در میان مردم پرآوازه ساخت. جنگجوی درنده، قاتلی که قهرمان شد، انسانی که خدا شد. اما این بار برادر، این بار تو را نابود خواهم کرد. و از آن به عنوان 13مین و آخرین خان خود یاد خواهم کرد. به زودی من خدای جنگ و مدعی تاج و تخت خواهم شد. کریتوس با تنه میگوید مانند اولمپ نشینان بلند پروازی میکنی اما دوران حکومت آنها رو به پایان از هرکول. هرکول میگوید خواهیم دید. هرکول با یک پرش به سوی بالای میدان رفته و تعداد نگهبان را برای مبارزه با کریتوس میفرستد. کریتوس به راحتی همه آنها را کشته و هرکول را مجاب میکند تا خود به مبارزه کریتوس بیاید. هرکول در حالی که دستکش‌های نیم انسستوس را بر دست دارد وارد میدان می‌شود. در ابتدا سعی می‌کند با چند ضربه سهمگین کار کریتوس را تمام کند ولی کریتوس با عکس‌العملی مناسب از ضربات گریخته و هرکول را به طرف موانع اطراف میدان پرتاب می‌کند. کریتوس به علت ضربه شدید هرکول با کمی سرگیجه و تلو تلو خوران از جاش بلند می شود. هرکول را می بیند که رو به هرا قدرتش را به نمایش می گذارد. کریتوس از فرصت استفاده کرد و از پشت ضربه به هرکول وارد می کند. او را به در ورودی می کوباند. سپس دستکشایش را در آورده و بر دستان خود می کند. هرکول که بی‌صلاح مانده سعی می‌کند با حرکات سریع خود کریتوس را غافلگیر کرده و با گرفتن او کمرش را بشکند ولی کریتوس مقاومت می‌کند و با ضرباتی محکم بر صورت هرکول او را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند. هرکول لبه دیگر میدان را گرفته و سعی در بلند کردن آن دارد تا با ایجاد شیب بیشتر سقوط کریتوس را تسریع ببخشد. کریتوس با زحمت خود را بالا کشیده و سپس به طرف هرکول می‌دود. سپس با یک پرش ضربه محکم توسط دستکشایش به لبه سنگی میدان که در دستان هرکول است وارد کرده و باعث می شود هرکول در زیر سنگ گیر کند. سپس با وارد کردن ضربات متوالی صورتش را متلاشی کرده و به زندگی او پایان می دهد. اما به دلیل شدت ضربات وارده کف میدان سوراخ شده و هر دو داخل مجرای آب طبقه زیرین می افتند. کریتوس در آب شنا کرده و خود را به خشکی می رساند. در ادامه راه کریتوس به تالار افرودایتی میرسد. افرودایتی از کریتوس میخواهد تا با او هم بستر شود زیرا سالیان زیادی گذشته از زمانی که مردی در تالار او بوده. بعد از آن کریتوس به سمت دروازه هایپریون در کنار تالار میرود و پس از عبور از آن به محلی که هفیستوس در آنجا بوده میرسد. هفیستوس میگوید افرودایتی میدانستم که برمیگردی کریتوس. به من بگو آیا افرودایتی قلب خدای جنگ دیگری را هم فتح کرد؟ که البته منظورش اشاره به رقابت او و ایریس بر سر افرودایتی بوده. کریتوس در جواب میگوید این سوالی است که باید خودت از همسرت بپرسی. من تنها به دنبال راه هزار تو میگردم. هفیستوس میگوید فکر کنم به دنبال شعله اولمپیوس هستی. چه چیزی باعث میشود که بخوای؟
نه نه نه، از او دوری کن. Away from her. از پندورا دوری کن کریتوس. تو تنها دلیلی هستی که او اکنون در هزار تو است. تو تنها دلیلی هستی که اکنون من در این جهنم زندگی میکنم. کریتوس با عصبانیت میگوید: من هیچ اشتباهی در مورد تو مرتکب نشدم هفیستوس. اما هفیستوس میگوید: اما تو آن را در اختیار گرفتی اسپارتان. تو بودی که جعبه را باز کردی. و کریتوس میگوید: من فقط کاری که بعد انجام میشد را انجام دادم. هفیستوس در اینجا صحبت‌های جالبی میکند. او میگوید: تو متوجه نیستی. شر و پلیدی جنگ بزرگ به راحتی قابل محصور شدن نبود. من جعبه را دارای قدرتی فراتر از قدرت خدایان ساختم. با شعله اولمپیوس. فلز خام کم کم شکل گرفت و فهمیدم که امن‌ترین جا برای محافظت از آن شعله اولمپوس است. برای آن قفلی در نظر گرفتم. تنها چیزی که باقی مانده بود یک کلید بود. راهی برای باز کردن جعبه. کلیدی که زندگی و حیات داشت خلق کردم. پندورا، یک بچه. زنده یا مرده، من او را با عشق بزرگ کردم. پندورا. Neither living nor dead. اسپارتا و او مرا مثل یک پدر دوست داشت. She grew to love me as her father. وقتی که زوس سراغ جعبه آمد، من پندورا را مخفی کردم. پندورا وی. من به او گفتم تا جعبه را بر پشت کرونوس قرار داد، زیرا آنجا امن‌ترین جای ممکن است. به هر حال چه کسی میتوانست گزینه‌ای بهتر از یک تایتان باشد؟ من دروغ گفتم و این کار را فقط برای نجات فرزندم انجام دادم. مطمئنم میتوانی درک کنی. اما تو به جعبه دسترسی پیدا کردی و آن را باز کردی و این غلط بودن حرف مرا اثبات کرد. زوس آنقدر مرا شکنجه داد تا به حقیقت در مورد پندورای عزیزم اعتراف کرد. زوس او را از من گرفت و مرا در تنهایی و عذاب خود رها کرد. مثل اینکه تو متوجه نیستی. اگر او را به سمت شعله ببری، کریتوس حرفش را قطع کرد و گفت: میفهمم خدای آهنگت، اما من از هیچ چیز برای نابودی زوس نمیگذرم. هفیستوس با زیرکی میگوید: اما اگر تو، حق با توست اسپارتان. اگر این به معنای مرگ زوس باشد، خوشحال میشوم تا به تو کمک کنم. شاید. بله بله، البته ما به سنگ آنفلاس نیاز داریم تا به وسیله آن یک سلاح بسازیم. کریتوس میگوید: من ولی سلاح دارم. هفیستوس میگوید: نه نه، مثل این. این سلاح به تو پاداشی خواهد داد که استحقاقش را داری. این سنگ در اعماق تارتاروس است. آن را برایم بیاور تا به تو کمک کنم. سپس دروازه تارتاروس را برای کریتوس گشوده تا او راهی یافتن سنگ شود. کریتوس در حالی که در تارتاروس به دنبال آن سنگ می‌گردد، با دست قطع شده گایا روبرو می‌شود. در حالی که کریتوس بر روی دست گایا قرار دارد، تکان‌های شدیدی را احساس می‌کند. کرونوس دست گایا را بلند کرده و آن را مقابل خود می‌گیرد. کرونوس، یعنی پدر بزرگ کریتوس، به او می‌گوید: قاتل گایا وارد آرامگاه من شده. کریتوس میگوید: کرونوس. و کرونوس در جواب میگوید: من میدانم که تو بودی او را کشتی اسپارتان. چه کسی جز تو میتواند این کار را انجام دهد؟ عذابی که اکنون گرفتاران هستم به خاطر توست. بعد از اینکه تو جعبه را از معبد خارج کردی، زوس به خاطر ترس که وجودش را فرا گرفته بود، مرا به تارتاروس تبعید کرد. کریتوس ولی در جواب میگوید: خود ایزدان وظیفه کشتن ایریس را بر دوش من نهادند. کرونوس میگوید: تو ایریس را به خاطر انتقامت کشتی، اما اکنون تو را قصاص خواهم کرد اسپارتان. تو مرگ آرام و راحتی نخواهی داشت. نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. کانال بایس سنتر رو در یوتیوب سابسکرایب کرده و یادتون نره زنگوله رو هم بزنید.